اولین موتور معیاری و اولین موتوری که میشه برش گفت موتور است و گران قیمت است، در جاده های پربرف کابل قدم نیک و مبارکش را گذاشت. این موتور تانست که دل دشمنای افغانستان را در داخل و خارج کشور داغدار نماید. خب دوستان عزیز، ما تولید اولین موتور در افغانستان را به فال نیک میگیریم، هرچند این موتور مورد انتقادات شدید قرار داشت. بعض از انتقادات بجا و خیلی از انتقادات بیجا بودن. فرض مثال، دو انتقاد خیلی بزرگ که بالای از این موتور میشد، یکی این بود که این موتور پرزجاتش از دیگه کمپانی ها گرفته شده و همچنان این موتور گران قیمت است، مردم افغانستان توانایی خریدش نداره. خب در بخش اول باید بگویم که هرچند امکان داره بخشای از ساخت از این موتور از دیگه کمپانی ها گرفته شده باشه یا کپی شده باشه، اما ما به عنوان اولین موتور معیاری ما اینو به فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم در آینده نزدیک فابریکه تولید ذوب آهن و تولید پرزجات موتور در کابل توسط امارات اسلامی با پولهایی که از خارج برشان کمک میشه و همچنان از بخش گمرکات افغانستان به دست میارن و از معادن افغانستان به دست میارن، اولین فابریکه تولید پرزجات موتور و همچنان ذوب آهن در کابل ایجاد کرده تا بتانن هموطنان ما که موتور را اختراع کردن و از پرزجات دیگه موتورها شاید استفاده کرده باشن و دیگه کمپانی شاید استفاده کرده باشن و یا شاید خودشان تولید کردن و کپی کردن، تغییرات نسبتا چشمگیر در این موتور ایجاد نمایند تا بتانن اولین موتور افغانستان گران قیمت افغانستان را به نام خودشان ثبت کنن بدون این که حتی یک پیچ از این موتور از دیگر کمپانی ها کپی شده باشه. ما بالای از این موتور بسیار زیاد امیدوار هستم به چند دلیل. دلیل اول این که امارت اسلامی یک حکومت است که به رسمیت شناخته نشده در جامعه بین المللی و همچنان در جامعه داخل افغانستان خیلی مورد انتقادات شدید قرار داره و هیچ گونه راه ندارن که دل مردم به دست برن. شاید بتانن با ایجاد فابریکه های تولیدی و اشتغال زایی برای مردم افغانستان یک بخش از مردم را دلش به دست برن و همچنان با ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ که امارات اسلامی با دولت سرمایه‌دار قطر داره امیدواری ها زیاد است تا بتانن یک فابریکه بسیار کوچک ولی مهم را در کابل را اندازی کنن یا حداقل نمایندگی تولید اولین موتور افغانستان را در کشور قطر ایجاد کنن تا بتانن این موتور را به شکل انبوه تولید کنند و به بازارهای جهانی عرضه نمایند. امیدواری های دیگه به این خاطر زیاد است که ارتباطات امارات اسلامی با دولت های خلیجی مثل عربستان، قطر و امارات متحده عربی امیدواری را ایجاد میکنه که مردم قطر و عربستان و دبی سرمایه دار هستند و دوست دارن موتورهای گران قیمت سوار شوند. و دومین انتقادات کسانی که این موتور را ساختش را انتقاد کردن این بود که اونا میگفتن چون این موتور گران قیمت است و مردم افغانستان توانایی پرداخت یا توانایی خرید از این موتور را ندارن، پس ساخت چنین موتور چی فایده میرسانه؟ باید بر از اینا گفت که این گونه موتورها برای مردم افغانستان ساخته نشده، این گونه موتورها برای افراد سرمایه‌دار ساخته شده. فرق نمی‌کنه که در کدام کشور هستن، افغانستان، عرب هستن یا مربوط به کشورهای غربی میشن. پس باید ما شما از ساخت موتور حمایت کنیم، بگذاریم که چنین موتورها در افغانستان ساخته شود و خارج از کشور صادر شود تا در بدلش دلار، یورو و یا پولهای عربی وارد کشور ما شود. اقتصاد خانواده‌های ما بالا میره و همچنان مردم ما و کشور ما به آرامش نسبی دست خواهد یافت. امکان داره با ساخت فابریکه موتر در افغانستان چند هزار خانواده اقتصادشان بهتر گرده و چند هزار انسان بتانند که به یک لقمه نان حلال دسترسی داشته باشند. هرچند این موتر مشکلات خودش از لحاظ فنی و تکنیکی داره دوستان عزیز، اما من یک چند پیشنهاد بسیار خوب دارم برای مسئولینی که در ساخت از این موتر سهم دارن. پیشنهاد اول من این است، شما گفتین که ما به لحاظ مالی مشکلات زیاد داریم و نیاز داریم که مردم کمک ما کنه. من براتون میگم مانند اشرف غنی یک حساب بانکی ایجاد کنین، اما نه به خاطر جلب و جذب کمک های مردمی، شما به خاطر از این یک حساب را باز کنین که مانند یک کمپانی سهامی باشه، هر افغان بتونه
به اندازه وس و توان خودش در ساخت اولین موتور افغانی سهم داشته باشد. فرض مثال یک فرد سرمایه‌دار میتواند در این کمپانی $100,000، $1,000,000 یا بیشتر سهم داشته باشد. یک فرد مانند من در امریکا زندگی میکنم، میخواهم اولین سهم خود را با $1,000 شروع کنم. میخواهم که در این کمپانی سهم داشته باشم، در فایده و نقص اولین موتور افغانی مام دخیل باشم. اگر فایده کردین مام فایده میکنم، از لحاظ مالی و از لحاظ معنوی افتخاراتش هم برم میرسه. اما اگر ضرر کردین، خب به خاطر کشور خود سرمایه گذاری کردیم، نگران نباشین. انشالله که اگر اول ضرر میکنیم، انشالله در آینده میتونیم فایده کنیم، چرا که هر باخت امکان داره که در آینده بردهای زیاد را به دنبال داشته باشه. پیشنهاد دوم، من شنیدم که شما میخواین با کمپانی های بزرگ مانند تویوتا یا سایر کمپانی ها قرارداد امضا کنین تا شما زیر مجموعی از کمپانی های بزرگ باشین. کار خوبی است، اما اگر بخواین امارت اسلامی را امرایش صحبت کنین با مسئولین امارت اسلامی تا بتانن کمک های کلان دولت قطر را جلب کنن یا جذب کنن، اگر موتر ساری که زبانم کم کلالکت، اگر اولین موتر مستقلانه به نام افغانستان و یا مشترک با افغانستان و قطر تولید شود و در بازارهای جهانی و بخصوص کشورهای خلیجی عرضه گردد، به نظر من کار خیلی خوبی است، چرا که امکان داره موترهای شما را کمپانی های مانند تویوتا نپذیره، زیرا خود از اونا طرح دارن، دیزاین دارن، مدل های خاص خودشان دارن و اونا نمیخواین که بالای موترهای کنوز امتحان خودشان در جهان ندادن و خودشان ثابت نکردن سرمایه گذاری کنن. به نظر من تلف کردن وقت است و چون شما امکان داره که پرزجات بعض موترهای دیگه مانند بنز و لامبورگینی را استفاده کرده باشین، بناهن کمپانی های مانند بنز و یا تویوتا نمیخواین که کپی رایت را اونا سرمایه گذاری کنن بالایش. پیشنهاد سومی، درست است که موتر شما ورزشی و گران قیمت است و برای خارجی ها ساخته شده. در ابتدا قبول داریم، به خاطر خارجی ها میتونن موتر تولید کنن، صادر کنن و پول وارد کنن، اما در آینده حتما موتر نیز دیزاین نماین که افغان ها توانایی خریدش داشته باشه و بتونه به جای موترهای خارجی که وارد کشور میکنن در بدل $2,000 $3,000 موتر تولید افغانستان بخرن، سوار شون و با افتخار ازش استفاده کنن. میخواستم در آخر یک پیام داشته باشم برای همزبان ها در ایران و یا همسایه های ما مانند ایران و پاکستان. ببینین دوستان عزیز، شما در پاکستان بمب اتم ساختین، ما چیزی گفتیم؟ در ایران شما موشک ساختین، سفینه ساختین، یعنی فضاپیما ساختین، ما چیزی گفتیم؟ موتر ساختین، موتورسایکل ساختین، ما چیزی گفتیم؟ اگر گفتیم، همیشه هم افتخار کردیم، گفتیم همزبان ما، همسایه ما تانستن چنین تولیدات داشته باشن. پس چرا میخواین که اولین موتر ساخت افغانستان که دیگر کشورهای جهان سفینه میسازن، به مریخ پا میگذارن، ولی ما تازه تانستیم بعد از این همه سختی ها، جنگ و ویرانی و بدبختی تانستیم اولین موتر را دیزاین کنیم و هنوز به شکل انبوه تولید نشده، شما میخواین سبوتاژ کنین، انتقاد کنین،